یکی از اساسات نرسینگ و قابلگی تطبیق فولی کاتتر می باشد. اما در اکثر شفاخانه ها و کلینیک ها ستی برای تطبیق فولی کاتتر وجود ندارد. در این ویدیو قصد داریم تا با امکانات موجود در هر کلینیک و شفاخانه به تطبیق استریل فولی کاتتر بپردازیم. لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. سلام، من اسم سروری هستم. به کانال پرفکت نرس خوش آمدید. در این کانال ویدیوهای آموزشی رو برای نرس ها و قابله ها به صورت هفته بار میگذاریم. اگر شما هم دوست دارین تا این ویدیوهای آموزشی رو ببینید، خوشحال میشم کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید. و حالا بریم سر مبحث امروز. فولی کاتتر. اول از همه یک تعریفی در مورد فولی کاتتر داشته باشیم که فولی کاتتر چی هست. همینطور که اینجا میبینید، فولی کاتتر یک تیوب استریل و نازک هست که داخل مثانه میشه و باعث میشه که ادرار از اون خارج بشه. و حالا چون میدونیم یه تیوب ساده است و اگه تیوب به راحتی بندازیم خب به همون راحتی هم بیرون میاد، برای همین سر اون رو گرفتن به یک حالت پوقانه جور کردن، یه حالت بالون مانند، تا ما از طریق آب مقطری که داخلش میکنیم حالت پوقانه ایجاد بشه و بعد از اون همونجا فیکس بشه. یعنی ما از طریق همین بالون یا پوقانه اونو فیکس میکنیم. و اگر بخوایم فولی کاتتر هم بکشیم، کافیه که آب داخل این بالون رو بکشیم تا فولی کاتتر به راحتی بیرون بیاد. حالا ایندیکیشن یا که دلایل استحباب فولی کاتتر چیه؟ 6 دلیل عمده داره که ما اینجا نوشته کردیم. دلیل اول ریتنشن آف یورین، یعنی که احتباس ادراری، مریض قادر نیست که ادرار خودش رو خالی بکنه یا به صورت کم کم و قطره قطره میاد و هر چی زور میزنه چیزی بیرون نمیاد. به همین خاطر اون باید فولی کاتتر بندازیم تا ادرارش بیرون بشه. دوم به خاطر مشکلات انسدادی که در قسمت چی احلیل وجود داره. بعضی مریضی ها معمولا توی مردان مخصوصا چون مسیر طولانی تری دارن مثل پروستات، باعث انسداد در مسیر شه و در نتیجه ادرار بیرون نمیاد. توی موارد ما فولی کاتتر میندازیم به خاطر اینکه بخوایم ما مانیتورینگ بکنیم آوتپوت مریض ها. پس به خاطر اینکه ما آوتپوت مریض رو در نظر بگیریم، بازم فولی کاتتر میشه. مثل مریضایی که پیوند کلیه شده باشن و بعد از اون یکی از مهمترین نرس بعد اون رو چک کنه، حتما آوتپوت مریض هستش. نرف دیسفانکشن یا بعضی مشکلات عصبی، بعضی بیماری های عصبی مثل اسپاینو بیفیدا، طفلی که اسپاینو بیفیدا داشته باشه اختیار ادرار نداره، یا کسی که قطع نخاع شده باشه اونا هم کنترل ادرار ندارن. پس توی مریض ها هم ما فولی کاتتر میندازیم. ایمیجینگ استادی، برای بعضی از مطالعات مخصوصا از طریق ایکس ری که بخوای بکنم ماده رادیوگرافی میندازم به داخل مثانه که به خاطر این کار ما باید فولی تطبیق کنیم. پس به خاطر بعضی مطالعات ایکس ری هم ما معمولا از چی؟ از فولی کاتتر استفاده میکنه. و در آخر و شایع ترین از جراحی به خاطر اینکه هم مریض قادر به حرکت نیست و هم به خاطر تاثیر دوای انستزی روی عضلات مریض اختیار ادرارش رو از دست داده، در نتیجه یا دچار احتباس ادراری میشه یا دچار بی اختیاری ادراری میشه. برای همین ما توی اکثر مریضای ما فولی کاتتر میندازیم. خب انواع فولی کاتتر، 3 نوع عمده فولی کاتتر داریم که شامل ایندیولینگ کاتتر هست، همین کاتترهایی که ما به صورت روتین استفاده میکنم. اینا کاتترهایی هستن که ما به مدت طولانی داخل بدن مریض میتونیم ازش استفاده کنیم و فیکس میشه و مشکلی برای مریض پیش نمیاد. دوم اکسترنال کاتتر داریم. اکسترنال کاتتر یعنی لازم نیست که داخل سیستم داخلی بدن بشه و از راه بیرون ما اونا برای مریض میندازیم، که معمولا شایع ترینش برای مرداست، مثل کاندوم هست که ما از اون استفاده میکنیم و لازم نیست که داخل بشه، فقط قسمت بیرون داخل پنیس رو میپوشونه و بعد از اون کیسه ادراری هست که به اون وصل میشه. سومین نوع شارت ترم یا کاتترهایی که به صورت موقت میندازیم که اکثر اونو به نام نلاتون هم یاد میکنن که این شکل رو داره، دیگه بالون برای فیکس کردن نداره، فقط یه تیوبه که مریض یه بار میندازیم وقتی که ادرارش تخلیه شد بعد از اون دوباره میکشیم. معمولا برای کدوم مریض استفاده میشه؟ برای مریض استفاده میشه ما میخوایم سمپل استریل از ادرارش بگیریم، برای همین یه لحظه یه کاتتر میندازیم جمع آوری میشه و دوباره بیرون میکنه. برای مریضایی که احتمال داره بعد از جراحی فقط یک بار دچار احتباس ادراری شده باشه، یا اگر یا برای مریضایی که ممکنه تو هنگام ولادت دچار احتباس ادراری شده باشن، یه لحظه میندازیم تخلیه که شد دوباره میکشیم. این دیولینگ کاتترها که شایع ترین نوع کاتترها هست، خودشون دو نوع هستن، یکی تو وی یا دو شاخه، یکی تری وی یا سه شاخه هستن.
دلیل این که تووی هست، اکثرا ما از تووی استفاده میکنیم به خاطر که یک لین یا یک راهش به یورین بک وصل میشه و راه بعدی به خاطر همین تثبیت فولی کاتتر هست که از اینجا ما آب مقطر رو میندازیم و بالون پر میشه و فولی کاتتر فیکس میشه. توی سه راهه دقیقا همین دو راه رو داریم، یعنی راهی که آب مقطر برای تثبیت هست و راهی که یورین بک. راه سوم که راه سوم این هست به خاطر اینه که به خاطر شستشوی مثانه یا ایریگیشن مثانه است، مخصوصا برای مریضایی که بعد از عمل جراحی پروستات، توی مریضای پروستات برای همین اینا رو باید همیشه مثانه‌شون رو شستشو بدن که خون در اونجا علقه نشه، چون بعد از جراحی به هر حال اون قسمت خونریزی داره، برای همین شستشو میدن. این قسمت نورمالسالین وارد میشه، داخل مثانه میره، دوباره از این طریق برمیگرده، پس به خاطر این استفاده میشه. خب سایز داریم بسته به جنس و سن مریض، سایز ها فرق میکنن. برای مردان که استفاده میشه اکثر از سایز 14 و 16 استفاده میکنه، واحدی هم که استفاده میکنن FR هست یا واحد فرنچ هست، اینا رو استفاده میکنن. کاتتری که برای خانم ها استفاده میکنن از سایز 10 تا 12 است که رایج است 12 است ما استفاده میکنیم، و برای بچه هم از سایز 6 تا 10 استفاده میشه. پس بسته به اینکه مریض ما در چه سنی هست، چه سن و چه جنسیتی داره، ما نوع کاتتر رو مشخص میکنیم. و اینم مهمه، چون اگه ما مثلا برای طفل ما نمیتونیم سایز بزرگ رو بکنیم، چون باعث پارگی احلیل میشه، برای همین باید اینو در نظر بگیریم. یکی از اساسات و مهمترین چیزهایی که ما موقع تطبیق فولی کاتتر باید یادمون باشه و باید رعایت بکنیم تکنیک استریل هست. حتما حتما پروسیجر باید استریل باشه. چرا؟ چون فولی کاتتر داخل بدن میشه و اگه ما اونو به تکنیک استریل وارد نکنیم باعث ورود انتانات و همچنین آلودگی مریض میشیم. خب وسایل مورد نیاز به خاطر اینکه ما بخوایم فولی رو تطبیق کنیم چیا هستش؟ خود فولی کاتتر هست، سایز مناسب، سرنج 10 سی سی به خاطر اینکه ما آب مقطر رو بگیریم و فولی رو فیکس کنیم، یه تری داریم یا تری یا گالیپاد هر چی هست یا کیدنی دش، هر کدوم از اینا که بود به خاطر اینکه ما بتونیم پاویدین و سروم اینا رو داخلش بندازیم. خود پاویدین هست، دستکش استریل، چون پروسیجرمون استریل، دستکش استریل، گاز استریل و همچنین یک درپ و خود یورین بک. خب یکی از مشکلاتی که ما داریم توی اکثر شفاخانه تو افغانستان چیزی به نام ست سونداژ یا ست فولی کاتتر وجود نداره. ما برای در صورت که واقعا ما نیاز داریم. پس برای این کار ما چیکار میکنیم؟ توی هر شفاخانه یا کلینیک حتما یه ستی به نام ست درسینگ هست. ما از اون ست به عنوان ست سونداژ یا ست فولی کاتتر یا کاتترازیون استفاده میکنیم. ما چیزی که لازم داریم دو تا ظرف هست که بتونیم توی یکیش بتادین برسیم، توی یکیش آب برسیم و همچنین پنست هست که یا به این شکل میتونه باشه یا که به این شکل باشه. تو همین اگه به همین صورت باشه کفایت میکنه. تو اینم یه گوشش گاز میندازیم، روش بتادین میندازیم، یه گوشش هم میتونیم چی بندازیم؟ آب مقطر بندازیم و با یکی از این پنست ها هم میتونیم کار شستشومون رو انجام بدیم. پس ستی که باید استفاده کنیم ست درسینگ هست که تو تمام شفاخانه وجود داره. و یک چیز دیگه هم که باید در نظر بگیریم آناتومی سیستم تناسلی زن و مرد هستش. سیستم تناسلی خارجی که زن و مرد با هم فرق میکنه، به خاطر همین اندازه داخل کردن فولی کاتترمون به داخل زن و مرد فرق میکنه. برای زنان مقدار کوتاه‌تری رو داخل میکنیم چون سیستم ما کوتاه هست، ولی برای مردا همونطور که میبینید چون به خاطر سیستم تناسلیشون باید مقدار زیادی رو از فولی کاتتر رو داخل بدن مریض بکنه. اگه چرا باید اینو در نظر بگیریم؟ چون اگه اینو در نظر نگیریم و اگه ما تو نیمه راه یا که هنوز داخل احلیلا باشه و مکمل به مثانه نرسیده باشه، ما فکر ما نباشه و احلیل رو باد بکنیم، یعنی پوکانش رو با آب مقطر باد کنیم، همین باعث میشه تا این قسمت احلیل دچار ضربه و پارگی بشه. پس حتما حتما باید رعایت بکنیم که توی مردم مقدار بیشتری میاد و توی خانم ها مقدار کمتری هست. قبل از اینکه پروسیجر رو شروع کنیم چند تا نکته رو باید رعایت بکنیم. اول از همه اکسپلین پروسیجر تو پیشن، یعنی چی؟ یعنی به مریض توضیح میدیم که قراره چه کاری براش بکنیم و دلیل این کارش چی هست. دوم پرایوسی یا محرمیت مریض هست که این حق یک مریضه که توی هر شفاخونه اونو کنترل بکنه. بعد از اون قبل از اینکه بریم سر مریض تمام وسایلی رو که نیاز داریم آماده میکنیم، روی ترالیمون میذاریم و بعد میبریم. هند واشینگ، چون قرار پروسیجرمون استریل انجام بشه حتما حتما قبل از پروسیجر دستامونو میشوریم. و استریل تکنیک برای باز کردن وسایل، برای
بردن وسایل و وسایلمون رو به صورت استریل هم باز کنیم و هم استفاده بکنیم. و حالا ویدیوی تطبیق فولی کاتتر برای آقایون رو میبینیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم تمام وسایلمون آماده است، میریم سراغ مریض و مریض رو پوزیشن میدیم. پوزیشنی که میدیم به صورت سوپاین هست. کمی پاهای مریض رو باز میکنیم تا بتونیم وسایل داخل پای مریض قرار بدیم. سپس ست درسینگمون رو به تکنیک استریل باز میکنه به این صورت که دستمون به داخل تماس پیدا نمیکنه و از گوشه های ست برای باز کردن ستمون استفاده میکنه. بعد از اینکه ستمون رو به روش استریل باز کردیم، اون رو روی ترالی خوب پهن میکنیم و باید وسایل داخل ست رو به یک طرف بندازیم، چون ما میخوایم ظرفش رو خالی کنیم. ظرف اون رو به این طریقی که میبینید خالی میکنیم و تمام وسایل رو به یک طرف میندازیم. مواظب هستیم که بیرون نیفته. اگه داخل ست گاز و اینها بود، اگه لازم نبود خب هیچی نمیندازیم، ولی اگه گاز نبود، گاز استریل رو به تکنیک استریل همینطور که میبینیم باز میکنیم و داخل ست میندازیم. تمام وسایل دیگه‌مون هم همینطور باز میکنیم به تکنیک استریل و داخل ست میندازیم. پاویدین میندازیم به روی گازامون و همینطور که در تصویر میبینید براش ژل میندازیم و در گوشه تصویر سرنج انداختیم و این طرف هم فولی کاتتر انداختیم، یعنی تمام وسایلی که لازم دارین رو داخل ستمون میندازیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم تمام وسایل انداختیم، دستکش استریلمون رو میپوشیم. دستکش استریل رو باید به تکنیک استریل بپوشیم، چون پروسیجرمون استریله. برای این کار دستمون به داخل اصلا نباید تماس پیدا کنه. اول از همه از دست قالبمون شروع میکنیم. ما با بدون دستکش میتونیم فقط به داخل دستکش دست بزنیم. پس در شروع کار از داخل دستکش میگیرم و دستکش رو میپوشم. حالا که دستم دستکش داره، فقط میتونم به بیرون دستکش دست بزنم. پس قسمت بیرونی دستکش رو میگیرم و دستی که دستکش نداره رو داخل میکنم. مواظب هستم وقتی موقع داخل کردن که شست استریلم با دست دیگم برخورد نکنه. بعد که دستکش استریل رو پوشیدیم، فولی کاتترمون رو میگیریم و پوش اون رو ور میداریم. سپس سرنجی که اونو آماده کردیم و آب مقطر رو داخلش انداختیم و به سر فولی کاتتر وصل میکنه، هم به خاطر اینکه تست کنیم آیا فولی کاتترمون صحیح هست بالونش یا نه، آبش رو خالی میکنیم و همین که اون همونجا بمونه، چون بعدا اونو لازم نیست که دوباره وصل کنم، اون وصل بمونه. سپس دریپی که داره، پارچه‌ای رو که داره، به همین تکنیک میبینید انگشتای دستمو در دو طرف اون میپیچونم و دستمو محافظت میکنم تا اگرم که به مریض برخورد کرد به داخل دستکش برخورد نکنه و زیر مریض میذارم. به این صورتی که میبینید بدون اینکه دستم به جایی بخوره. سپس تمام وسایلمون رو از روی میز قسمت ما بین پای مریض قرار میدیم به خاطر اینکه بتونیم راحت تر کار بکنیم. ما در اینجا تکنیک دو دست داریم که باید در نظر بگیریم. دست چپ ما که قسمت مریض هست، دست غیر استریل و منتن ما هست و دیگه به هیچ عنوان ما اونو با وسایل استریل به تماس نمیذاریم، و دست راستمون دست استریل هست که داخل ست کار میکنه و فولی رو تطبیق میکنه. پس یه دست استریل دارم و یه دست غیر استریل. حالا با دست غیر استریل پنیس رو میگیرم. اگه مریض ختنه نشده بود، پوست جلوی اونو عقبتر بکشیم تا بتونیم کامل اهلی رو ببینیم. سپس از طریق وسایلی که داخل ست درسینگمون پنست بود، به بدادین و گازو میگیریم و به صورت از مرکز به اطراف قسمت پنیس رو میشوریم. بعد از اون اولین کار رو که میکنیم، سرنج و ژل رو داخل سرنج میکشیم و مقدار تقریبا 4-5 سیسی رو داخل اهلیل میکنیم، به خاطر اینکه اهلیل طولانیه و تخریش ایجاد نشه و بتونه فولی راحت تر داخل بشه. پس ژل رو داخل میکنیم، بعد فولیمون رو میگیریم و حالا فولی رو داخل میکنیم. به هیچ عنوان با دست غیر استریل به فولی دست نمیزنیم. فولی رو تا جایی رو ادامه میدیم، تقریبا برای مردا تقریبا تا آخرش ادامه میدیم تا بتونیم ادرار رو ببینیم. هر وقت که ادرار رو دیدیم، بعد از اون یک چند سانته دیگه هم داخل میکنیم. حالا خیلی راحت با سرنجی که از قبل اونو وصل کرده بودیم اونو فیکس میکنیم. میبینید با یه دست خیلی راحت این کار انجام میشه. سپس حالا یورین بکو به فولیمون وصل میکنیم و بعد از اون دستکشامون رو در میاریم، فولی رو پایین میندازیم، دستکشامون رو در میاریم و
مریض رو میپوشونیم، فولی رو بارم از ویدیوی آموزشی ما نهایت استفاده رو کرده باشین. حتی اگر یک نکته آموزشی رو از این برنامه آموختین، خواهش میکنم که ویدیو ما رو لایک کنید. تا برنامه های بعدی، خدا یار نگهدارتون.